این برنامه رو اختصاص میدم به خسارات انسانی حکومت روحانیت شیعه در ایران. معمولا وقتی دوره های تعطیلات در ایران هست، ایام عید هست یا عید های مذهبی است، مقامات جمهوری اسلامی میرن و به خانواده هایی که جانشون رو، فرزندانشون رو، عزیزانشون رو در دوره های مختلف در جمهوری اسلامی از دست دادن، به اونها سر میزنند. پرسش اصلی اینجاست که آیا از کف رفتن جان بسیاری از ایرانی ها در طی 4 دهه گذشته اینها ناگزیر بوده، اینها ضروری بوده، یا اینکه نه میشده از اینها پرهیز کرد. من در یه دوره، در واقع در 4 دوره، این در واقع تلفات مختلف ناشی از برآمدن روحانیون شیعه در قدرت در ایران رو، تلفاتش رو میتونم بررسی کنم. یک دوره، دوره انقلاب هست. دوره دوم، دوره درگیری های گروهی و سیاسی بعد از انقلاب هست که درگیر میشن گروه های چپ، گروه های حالا چپ مذهبی با گروه های دیگه برای اینکه قدرت رو کاملا به دست بگیرن. دوره دیگه، دوره در واقع خسارات انسانی ناشی از جنگ هست بین سالهای 59 تا سال 67. و دوره چهارم هم دوره اخیر هست که جمهوری اسلامی در مناقشات منطقه‌ای، در جنگ‌های منطقه‌ای حضور داره و خسارات انسانی بسیاری هم به دلیل این حضور، این حضور غیر ضروری بر ایران بار شده. یک به یک به آمارها اول اشاره می‌کنم و بعد هم توضیح میدم که واقعا تا چه حد اینها ناگزیر بوده و تا چه حد میشده که ازش پرهیز کنی. بر اساس آمار بنیاد شهید، این آمارهای رسمی هست، در زمان حاضر آمار جانبازان زیر 25 درصد 331555 تن، جانبازان 25 درصد و بالاتر 233000 و 267 تن، جانبازان 50 تا 69 درصد 25401 تن و جانبازان بالای 70 درصد حدود 9688 است. وقتی شما مجموعی اینها رو کنار هم بگذارین به رقمی در حدود 331000 با 233000 میشه چیز در حدود 550000 560000. اون دو رقم دیگر رو هم بهش اضافه کنید میشه چیزی در حدود 600000. 600000 آمار کسانی است که در دوره‌های مختلف در جمهوری اسلامی زخمی شدند. آمار دیگری که همین در مجموعه همین آمارها داده شده، تعداد کشته شده‌ها هست. باز بر اساس آمار بنیاد شهید، تعداد کشته شده‌ها 244655 تن هست که خب در نتیجه این کشته شده ها چیزی در حدود 52392 پدر شهید هست و 109431 مادر شهید که در قید حیات به سر میبرن. یعنی ببینید چه خسارت های عظیمی، ها رو فراتر از کسانی که کشته شدن، شما چیزی در حدود 150000 160000 نفر انسان رو دارید که فرزندان خودشون رو در این دوره های مختلف از دست دادن. البته در دوره انقلاب آقای خمینی در یک جایی در مجموعه سخنرانی های ایشون هست که ایشون ادعا میکنه که چیزی در حدود 60000 تا 100000، یه جاهایی ایشون میگه 200000 از سال 42 تا سال 57 کشته شدن. آمار دروغ هست و آمارهای ساختگی هست، چون روحانیت شیعه در آمارسازی خیلی دست بالایی داره. در کل دوره سالهای 42 تا سال 57 آمارها نشون میده که چیز در حدود 2000-3000 نفر در ایران کشته شدن به واسطه فعالیت‌های انقلابی و در تظاهرات و کارهای مختلفی که در ایران
وجود داشته در زندان‌ها و مسائلی از این قبیل. خساراتش خب خیلی پایین‌تر هست. بعد از انقلاب در یک دوره‌ای خسارات ناشی از جنگ‌های متقابل برای تحکیم قدرت میان گروه‌های چپ مارکسیست و گروه‌های اسلام‌گرا تخمین زده میشه که مثلا چیزی در حدود 13-14 هزار نفر از گروه های اسلامگرا در ترورهای خیابانی و چیزایی که کشته شدن. از اون طرف هم تخمین ها چیزی در ده ها هزار هست که چه در خیابان، چه در خانه های تیمی و چه در زندان ها اینها اعدام شدن، تا سال 67 که بخش قابل توجهی از زندانی هایی که باقی مانده بودند رو هم اینها اعدام کردند. در مورد اونها هم تخمین ها بین 5 تا 7 یا خیلی بالاتر تا 10,000 نفر هست که کشته شدند در این ماجراها. این آمارایی که من خدمتون الان گفتم در مورد مجروحان و کشته شده ها، اینا بخش قابل توجهش مربوط به جنگ هست. در کل دوره 8 ساله جنگ چیزی در حدود 125,000 نفر آمار کشته شده ها هست، که البته خب این آمارایی که اعلام میکنم مثلا 224,000 اینا مجموعه کشته های قبل از انقلاب، کشته های حکومتی های بعد از انقلاب در درگیری با گروه ها و قضیه جنگ رو اینها رو در نظر میگیرن. بعدش هم کشته شده های نیروی انتظامی در مسائل مواد مخدر یا برخی از ترورها، اینها رو هم لحاظ میکنن که این آمار 224,000 نفر رو میدند. اون طرف مقابل وقتی کشته شده، یعنی از گروه های مقابل طرفداران جمهوری اسلامی، خب اونها رو اینها جز در واقع شهدای خودشون لحاظ نمی کنن، در حالی که اونها هم فرزندان همین آب و خاک بودن و در این درگیری ها کشته شدند. حالا فراتر از اون حدود 160,000 نفری که خدمتون عرض کردم که پدر و مادرهایی هستند که فرزندان خودشون رو از دست دادن، حدود باز بر اساس آمار بنیاد شهید که همین اسفند سال 95 اعلام شد، تعداد همسران کسانی که کشته شدن، اون هم کسانی که با حکومت بودن یا حکومت اونا به رسمیت میشناسه، 63,209 تن بوده. فرزندان پسر اونها 88,000 و فرزندان دخترشون هم 87,000، یعنی جمعیت قابل توجهی فرزندشون رو از دست دادن یا همسرشون رو از دست دادن یا پدرشون رو از دست دادن. این رقم‌ها رقم‌های بسیار بزرگی است. وقتی خب اینا رو کنار هم می‌گذارید، 600,000 نفر زخمی، 224,000 نفر کشته، اونم کسانی که حکومت اونا رو به رسمیت می‌شناسه، در کنارش 160,000 پدر و مادر که فرزندشون رو از دست دادن، حدود 65,000 کسانی که شوهرشون از دست دادن و حدود 150,000 نفر دختران و پسرانی که پدرشون از دست دادن. اینها خسارات خیلی بزرگی هست. حالا من اول این موضوع در مورد این بخش روشن کنم، بعد میرم سراغ خسارت‌های انسانی دیگر جمهوری اسلامی. در همین بخش ببینید، انقلاب یک پدیده ناگزیر نبوده است. من معتقد به جبرهای اجتماعی نیستم. بر اساس یک تصمیم گروه های خاص در ایران انقلاب شد، چون اونها دنبال این بودن که حکومت پهلوی رو بر بیاندازن و حکومت، حالا یا حکومت مارکسیستی درست کنن یا حکومت اسلامگرا درست کنن، که مارکسیستا شکست خوردن و اسلامگراها قدرت رو به دست گرفتن. مجموعه کشته شده های این فعالیت ها، یعنی از سال 42 تا سال 57 این چند هزار نفری که کشته شدن، حالا چه در ترورها از طرف نیروهای انتظامی، پلیس یا دستگاه‌های امنیتی و چه اون طرف، اینا همه فرزندان این کشور بودن و اگر کسی دنبال براندازی نبود و در واقع برنهادهای ضد خشونت مد نظر قرار می گرفت، خب طبعا اینها کشته نمی شدن. اینا بر اساس تصمیم، بر اساس نظریه های خشونت آمیز گروه های چپ و گروه های اسلامگرا، چون اینها عاشق خشونت و عاشق تنفر بودند و تخم تنفر و خشونت در جامعه می پراکندند،
از اونها میشد پرهیز کنی، هیچ ضرورتی نداشته که در ایران انقلاب بشه. در خیلی از کشورهای عالم انقلاب نشده و این جوامع به راه خودشون رفتن، الان شرایط بسیار بهتری هم دارن از جامعه ایران. انقلاب یک جبر ناگزیر نبوده که ما کشته ها و خساراتش رو اینها رو ناگزیر بدانیم. در مورد جنگ خب گفته میشه که حالا البته یک نظر هست که صدام حسین عمدتاً بر اساس تحریکات جمهوری اسلامی به ایران حمله کرد. خب این البته زمینه هایی داره، چون وقتی که اینها بر سر کار اومدن به دنبال این بودن که تمام کشورهای منطقه رو یکی یکی فتح کنن و در اونجا حکومت اسلامی ایجاد کنن. خب طبعا برخی از حکومت ها هم از اینا ترسیدن و عکس العمل نشون دادن. حالا فرض کنیم که اینا صدام اصولا خودش موجود خونخوار و جنگ طلبی بود و به ایران حمله کرد. دو سال اول جنگ قابل توجیه هست، چون بالاخره یک مردم کشوری بودن مورد حمله قرار گرفته بودن و از خودشون دفاع میکردن و تلفاتش هم بسیار محدودتر بود، به این حد نمیرسید، نه تلفات انسانی، نه مجروحان و نه خسارتهای مالیش. در 6 سال دوم بود که بخش قابل توجهی از این کشته ها مربوط هست به 6 سال دوم جنگ و در 6 سال در واقع 6 سال آخر جنگ. در اون 6 سال آخر باز انتخاب این که جنگ ادامه پیدا کنه یا ادامه پیدا نکنه یا انتخاب در واقع استراتژیک بوده، ناگزیر نبوده. جمهوری اسلامی می توانست بعد از گرفتن خرمشهر با معامله خیلی بهتری به جنگ خاتمه بده بدون اینکه این جنگ خانمان برانداز رو ادامه بده. منتها خب ادامه دادن برای اینکه جنگ به نفعشون بود، سپاه پاسداران قدرت بیشتری کسب می‌کرد و در شرایط جنگ مردم رو هم راحت‌تر میشه سرکوب کرد، میشه حکومت‌های تمامیت‌خواه درست کرد با توجیهات مسئله جنگ. عاشق این بودن که جنگ رو ادامه بدن تا فتح کربلا و قدس. خب اینا هم اهداف بلند مدتی بود که جنگ میتونست، آقای خمینی معتقد بود که جنگ 20 سال هم میتونه طول بکشه، خیلی مسئله نداشتن با این موضوع تا سال 67 که دیگه احساس کردن که اگر بخوان جنگ رو ادامه بدن حکومت خودشون ممکنه که فرو بپاشه، چون وضعیت اقتصادی به گونه‌ای بود که دیگه نمیتوانستن جنگ رو ادامه بدن. از همین جهت هم قطعنامه 598 رو پذیرفتن و به جنگ خاتمه دادن. بنابراین از این میزان مجروحان حدود 600 هزار یا کشته ها حدود 125 هزار یا خسارت های انسانی جنگ بخش قابل توجهیش میشد پیشگیری کرد اگر عقلی بر حاکمان ایران حاکم بود در اون دوره، اگر اهداف سیاسی دیگری یا اهداف ایدئولوژیک دیگری در میان نبود طبعا میشد به این جنگ هم خاتمه داد. دوره دیگری که خسارت‌های انسانی داره به کشور وارد میشه همین دوره چند ساله بعد از بهار عربی است که اینها به کمک دولت بشار اسد رفتن در سوریه. حدود تا امروز که من با شما صحبت میکنم آمارها نشون میده که 465 هزار نفر در سوریه کشته شدن که حدود 70 هزار نفرشون زن و کودک هستن و جمهوری اسلامی نقش مستقیم داشته در این کشتارها در کنار روسیه و دولت بشار اسد و نیروهای حزب اللهی که در واقع هزینه هاشون رو جمهوری اسلامی میپردازه، یا نیروهای عراقی که الان اونجا هستن، یا گروهایی که افغانی یا پاکستانی که در قالب تیپ های زینبیون و فاطمیون و اینها اعزام شدن، سپاه قدس این کار رو انجام میده. برای سوریه که فاجعه عظیمی بوده و صدها هزار نفر در این کشور کشته شدن، قصابی شدن در واقع به دست رژیم بشار اسد، جمهوری اسلامی، روسیه و همپیمانان اینها، خب در کنارش خسارت انسانی برای ایرانی ها هم بوده، اینطور نبوده که ایرانی ها اصولا اونجا کشته نشد. اخیراً یکی از مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که 2100 نفر در طی این چند سال در سوریه کشته شدند. حالا من اگر خبرش رو پیدا کنم، این رو رئیس بنیاد شهید گفته در 16 اسفند سال 95 که ایشون میگه 2100 شهید مدافع حرم برای دفاع از حرم اهل بیت شهید شدند. اینم از اون دروغ‌های عجیب و غریبه.
هیچ کدام از اهل بیت شیعه در حلب و در حمص و در درعا و جای دیگه سوریه اینا خاک نیستند. اسم دفاع از آقای بشار اسد رو گذاشتن دفاع از حرم، انگار آقای بشار اسد جزء حرم اهل بیت شیعه بوده. این 2100 نفری رو که رئیس بنیاد شهید میگه، ایشون البته تفکیک نمیکنه که اینها چه تعدادشون ایرانی بودن، چه تعدادشون افغانی و عراقی و پاکستانی بودند، و اونها رو هم حتی با دقت تفکیک نمیکنه که مشخص بشه که واقعا این رقم چه حدش ایرانی بودن و چه حدش غیر ایرانی. اما در بالاخره بخشش که ایرانی باشن، این هم از خسارت هایی است که قابل پیشگیری بوده. هیچ ضرورتی نداشته که جمهوری اسلامی در سوریه مداخله نظامی بکنه و از در واقع بقای رژیم بشار اسد رو تضمین کنه. یک رژیم دیکتاتور خونخوار قصاب رو اینها کمک کردن که پابرجا بمونه، و البته خودشون برای اینکه اون رژیم رو پابرجا نگاه دارن به همون اعمالی مرتکب شدن که رژیم بشار اسد به اون اعمال مرتکب می شد. حالا متاسفانه امروز رسانه های دولتی در ایران آقایی مثل فردی مثل آقای قاسم سلیمانی رو به عنوان یک چهره نورانی و نجات بخش و چهره‌ای که خلاصه مورد محبوب مردم هست به نمایش میگذارن، ولی واقعش اینه که اینها نیروهای جنایتکار جنگی هستن، اینها قصابن و بسیاری از مردم سوریه رو، مردمی رو که فقط برای مقابله با دیکتاتوری به پا خواسته بودند، اونها رو سرکوب کردند و زمینه رو هم فراهم کردند برای اینکه گروه‌های اسلامگرای سنی که خیلی فکرشون ایده‌هاشون شبیه جمهوری اسلامی هست در سوریه بتونن قوت بگیرن، مثل داعش. داعش در واقع محصول سرکوب مردم سوریه توسط بشار اسد در کنار جمهوری اسلامی و حزب الله هست، مخلوق اینهاست. میان میگن که داعش محصول امریکا هست، ولی واقعا داعش محصول اعمال رژیم سوریه هست که با سرکوب مردم باعث شد که یه گروه هایی فکر کنن که باید عیناً همون کارهای رژیم بشار اسد رو مرتکب بشن. یه خلایی هم ایجاد شد که بسیاری از اروپا و امریکا و اینا به اونا پیوستن و این پدیده زشت داعش رو به وجود آوردن که از نظر من خیلی شباهت بسیار زیادی داره با جمهوری اسلامی، تفاوت زیادی با جمهوری اسلامی نداره. این خسارت ها در واقع خسارت های 4 دوره. اول شکلگیری جمهوری اسلامی، در واقع انقلاب برای شکلگیری، بعدش تحکیم جمهوری اسلامی در سرکوب نیروهای مارکسیست یا مخالفان مذهبی مثل مجاهدین خلق، بعد دوره جنگ و ادامه دادن بی حاصل جنگ 8 ساله، و اکنون هم که مداخله نظامی در سوریه. شما ببینید که حدود شاید 200,000 نفر، در بیش از 200,000 نفر اگر ما کشته های هر دو طرف رو حساب کنیم در این دوره ها کشته شدن، در این 4 دوره که خدمتون عرض میکنم، و صدها هزار نفر هم زخمی شدن. همه اینها قابل پیشگیری بوده، هیچ کدام از اینها جبر تاریخی نبوده، هیچ کدام از اینها ناگزیر نبوده. اگر افرادی نظریهشون، ایده هاشون ایده های مبتنی بر خشونت و جنگ نبود و اینکه با خشونت یک رژیمی رو بر بیاندازن یا با خشونت گروه های مخالف خودشون رو حذف کنند یا با خشونت بخوان بخشی از عراق رو دیگه، از سال دوم خدمت رو عرض کردم جنبه دفاعی نداشت، فقط برای این بود که برن بصره رو بگیرن یا فاو رو بگیرن یا شهرهای عراق رو فتح کنن، با این هدف جنگ رو ادامه دادن و امروز هم برای بست نفوذ در واقع جاه طلبانه و گسترش خواهانه در منطقه این خسارت های انسانی بر جامعه ایران بار شده. این خسارت های انسانی همونطور که در آمارها هم من خدمتتون عرض کردم، خسارت ها فقط مربوط به کسانی که جانشون رو از دست دادن یا مجروح شدن، فقط به اونها مربوط نمیشه، چون این افراد، افرادی که کشته شدن یا مجروح شدن، اینا خانواده دارن، پدر دارن، مادر دارن، بسیارشون ازدواج کردن، همسر، فرزند داشتن، همه اینها دچار صدمه شدن. یک فردی که در یک خانواده ای در سن جوانی 20 25 30
کشته میشه، این صدمه روحی و روانیش رو تا زنده هستن افراد، پدر، مادرش و دیگر نزدیکانش، تمام این صدمات روحی باقی میمونه. اینها شبها مدام کابوس میبینن و غم از دست رفته خودشون رو دارن. شما تصور کنید یک بچه، دختری، پسری بدون پدر بزرگ بشه، این همچنان دارای مشکلات روحی و روانی هست. این خسارات انسانی، وقتی که من خدمتتون عرض میکنم، فقط خسارات انسانی کسانی نیستند که کشته شدند یا مجروح شدند، مجموعه افرادی که با اینها نزدیک بودند و ارتباطات انسانی داشتند، اونها هم خسارت میبینند و این خسارت ها خودش رو در جامعه بعدن نشون میده. جمهوری اسلامی چه در مرحله تأسیسش، چه در مرحله تحکیمش و چه امروز در مرحله جهانگشایی و کشورگشاییش، باعث در واقع ایجاد خسارات انسانی بر میلیون ها نفر شده. بسیاری از مردم ایران، این که امروز گفته میشه که در ایران چیزی بیش از 20 میلیون نفر دچار مشکلات روحی و روانی هستند، اینو روانشناسا میگن، کسانی که تو اون محدوده ها کار میکنن، و به نظر هم کاملا واقع بینانه میاد، میلیون ها نفر از اینها مشکلات روحی و روانیشون ناشی از شکلگیری جمهوری اسلامی، تحکیم جمهوری اسلامی بعد از بلافاصله بعد از شکلگیری و بعد هم جاه طلبی های جمهوری اسلامی بوده. ببینید، کسی میشه کسی در انواع و اقسام ترور شرکت داشته باشه و شب سر آرام بر زمین بگذاره؟ از اون طرف هم کسانی که در ایران ترور شدن، کشته شدن، به طرق مختلف شکنجه شدن در زندان ها، اونها هم نمیتوانند شبها سر آرام بر زمین بگذارن، چون اینها موضوعاتی نیست که آدم ها به سادگی بتونن فراموش کنند. من در ادامه تلاش میکنم به خسارات انسانی ناشی از نوع حکمرانی جمهوری اسلامی اشاره کنم، چون این بخش رو هم آماراش رو خدمتتون گفتم، هم نوع خسارت‌ها، یعنی بخش مربوط به شکلگیری، تأسیس، تحکیم و بعد هم جهانگشایی و جاه طلبی های جمهوری اسلامی رو، خساراتش رو تا حدودی توضیح دادم. در ادامه تلاش میکنم خسارت‌های انسانی ناشی از نوع حکمرانی جمهوری اسلامی رو توضیح بدم. نوع حکمرانی در جمهوری اسلامی اصولاً مبتنی است بر ارعاب، خشونت و قساوت. این رو در چند بخش من خدمتتون توضیح میدم. در قوانین جمهوری اسلامی، در قوانین جمهوری اسلامی که مبتنی است بر شریعت، برای بسیاری از جرائم، حتی جرائم غیر خشونت آمیز، حکم اعدام در نظر گرفته شده. حالا فراتر از مسئله قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی که اونها جرائم خشونت آمیز هستن، در جرائم غیر خشونت آمیز، مثلا کسی دینش رو عوض کرده، کسی مثلا دشنامی به خدا یا پیامبر یا ائمه شیعه داده، یک دختر و پسری مثلا رابطه خاصی با هم داشتن، یا دو مرد دو زن رابطه جنسی با هم داشته باشن، اینا همشون احکام اعدام داره. یا در موضوعات اقتصادی، کسی اختلاس کرده، اینا جرائم خشونت آمیز نیست، اینا جرائمی است که در هیچ کجای دنیا دیگه برای این جرائم، غیر از چین یا برخی از کشورهایی که خیلی شبیه هست حکومتاشون به جمهوری اسلامی، این گونه آدمها رو براشون حکم اعدام صادر نمی‌کنن. در جمهوری اسلامی در طی 40 سال گذشته به شکل روتین، نه در تصفیه های سیاسی، به شکل روتین سالانه چیزی بین حدود 400 500 تا 1000 نفر در ایران اعدام شدند. شما وقتی که اینو ضرب در 40 بکنید، به رقمی حدود مثلا 30 تا 40 هزار نفر میتونید برسید. تازه اینا من مبتنی میکنم این رقم رو بر آمارهای رسمی. در بسیاری از موارد اعدام‌هایی است که گزارش داده نمیشه و خانواده ها هم تحت فشار قرار میگیرن که اصولا این اعدام ها رو گزارش ندند. چیزی در حدود، حالا خیلی پایینش در نظر بگیریم، 20 هزار نفر
بالاترش رو در نظر بگیریم 30 تا 40 هزار نفر در طول 40 سال گذشته در جمهوری اسلامی اعدام شدند. بریم به سراغ آمار کسانی که مورد مجازات های خشن واقع شدند، که همه اونها رو من جزء خسارات انسانی میگذارم. کسی رو به خاطر دزدی مثلا یه چیز خیلی کوچیک، در ایران دزدی های بزرگ میلیارد میلیارد مقامات جمهوری اسلامی میدزدن و هیچ اتفاقی براشون نمیفته. اما کسی مثلا یادم هست چند سال پیش دو تا جوان 50 تا 70 هزار تومان رو در خیابان از کسی به زور گرفته بودن، اینها رو اعدام کردن به عنوان زورگیری مسلحانه، با چاقو مثلا تهدید کرده بودن کسی رو، ازش پولی رو گرفته بودن، اینها رو اعدام کردن. در جمهوری اسلامی حالا فراتر از اعدام ها بسیاری از احکام اصولا مبتنی است، چون این احکام از یک جامعه بدوی و قبیلگی می اومده که فقط انسان ها رو رهبرانشون فکر میکردن باید اینا وحشیان و باید رامشون کنن، فقط با ابزار خشونت این کار توسط اونها انجام میشده. امروز جمهوری اسلامی هم مثل یک قبیله اداره میشه. احکام شلاق، در زندان افراد رو شکنجه میکنن تحت عنوان تعزیر، دست افراد رو قطع میکنن، انگشتاشون رو قطع میکنن، یک دست و یک پا رو قطع میکنن و انواع و اقسام، یا سنگسار میکنن. انواع و اقسام این احکامی که در شریعت وجود داره، همه اینها منتهی میشه به خسارتهای انسانی. هیچ آمار دقیق جمهوری اسلامی در مورد تعداد انگشتان قطع شده، تعداد دستان قطع شده، تعداد پاهای قطع شده، چشمهای کور شده به خاطر قصاص، گوشهای کنده شده به خاطر قصاص، چون احکام قصاص بسیارش مستلزم همین گونه اعمال هست که اگر کسی چشمش رو کور کرد دیگری هم باید بتونه این رو کور کنه. نمیدونم چی جوری مثلا با یه کار زشت قبلی رو با چه منطقی میشه اگر کسی چشمش کور شد، با کور شدن چشم فرد دیگر میشود عدالت برقرار کرد. این چه جور عدالتی است که شما بر زشتی یک عمل رو دو برابر کنید؟ اگر کسی تکه‌ای از گوش شما رو قطع کرد، شما هم باید عیناً گوش او رو قطع کنید. اینا احکام بدوی مال جوامعی است که اصولاً به یه شکل دیگری مردم زندگی می‌کردند و به یه شکل دیگری عمل می‌کردند. اونها امروز دیگه در دنیا چنین اقتضائاتی خیلی عجیب و غریب به نظر میاد که اگر فردی چشم کسی رو کور کرد با اسید، عیناً باید با اسید چشم او رو کور کرد. این هیچ عمل زشت دیگر رو جبران نمی کنه. من در مورد اعدام هم همینطور فکر می کنم، یعنی معتقدم که اعدام کردن، اگر کشتن کار زشتی هست، کشتن توسط خانواده او یا دولت، اون هم کار زشتی است و با یک کار زشت نمی شود کار زشت دیگری رو درست کرد. درسته کسی که فرزندش کشته میشه یا پدرش یا مادرش کشته میشه، این حس انتقامجویی در بشر وجود داره، اما اگر افراد به عقلشون برگردند خواهند دید که با کشتن او فرد کشته شده قبلی به دنیا نخواهد آمد، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. کشتن او در واقع عملی است مثل اون کشتن قبلی. یعنی اگر گرفتن جان یک فرد کار زشتی است، عمل قبیحی است که واقعا اینطور هست، کشتن قاتل بعد از اینکه اثبات بشه که طرف واقعا چنین کاری رو کرده، کشتن قاتل هم چیزی رو عوض نخواهد کرد. این منطق عقلانیت هست، منطق اخلاق هست. البته خب بسیار از آدم ها در این چارچوب ها معمولا تصمیم میگیرن، تصمیم های احساسی میگیرن. جمهوری اسلامی حکومتی است که اصولا این احساسات مربوط به تنفر و خشونت رو به جریان میاندازه، افراد رو تشویق میکنه به اینکه بکشید، انتقام بگیرید، خشونت ببرزید با کارهایی که انجام میدن. شما وقتی که در خیابان میایید و فردی رو در مقابل چشم ده ها هزار نفر اعدام میکنید، در واقع دارید آموزش کشتن، آموزش عادی شدن کشتن به مردم میدید. و این تناقضش هم خیلی جالبه، در جمهوری اسلامی زنها نمیتوانن به استادیوم برن. البته زنهای چینی، کسانی که تیمشون مقابل ایران بازی میکنه، ببینید اینها چه نظام چندگانه عجیب و غریبی است.
زنهای چینی میتوانند به ورزشگاه آزادی برن و مسابقه ایران و چین رو تماشا کنند، اما زنان ایرانی نمیتوانند. بعد هم زنان ایرانی مسابقه فوتبال نمیتونن تماشا کنن، اما صحنه اعدام کردن و کشتن یک فرد رو در میدان شهر میتونن تماشا کنن. اینا خیلی عجیب و غریبه دیگه. اینا رو باید یه کسی اینا رو در کنار هم قرار بده تا ببینه که واقعا چه منطقی امروز داره بر جامعه ایران حکومت میکنه. به مجموعه این خسارت ها داشتیم در واقع میپرداختیم که بخشش واقعا مشخص نیست که در طول 40 سال گذشته چه خسارت هایی به واسطه اجرای حکم قصاص بر مردم ایران وارد شده، چه تعداد افراد در زندان ها شکنجه شدند، چه تعداد افراد کتک خوردند، چه تعداد افراد دچار شکنجه های سفید شدند، دچار بیخوابی شدند، اونها رو بهشون دارو زدند، تحت شرایط اجبار و فشار از اونها اعترافات اجباری گرفتن. اینا یه چیزی بوده که 4 دهه در ایران در جریان بوده و تعداد اینها همه سر به هزاران میزنه، اما آمارهای اینها هیچ وقت اعلام نشده. ما دقیقا از مجموعه این خسارات انسانی چندان اطلاع نداریم. موضوع دیگری که واقعا سوگناک هست در ایران موضوع شلاق زدن هست. بسیاری از احکام شریعت در برابر افرادی که حالا به تخلف، نه فقط تخلف های عجیب و غریب، تخلف های عادی، اینها رو حکم شلاق براشون میدن. یک مورد خیلی عجیبش رو اخیراً روزنامه وقایع اتفاقیه در ایران اعلام کرده بود که دانشگاه زابل یکی از اعضای هیئت علمی به دلیل اینکه نوشته بود که دانشگاه زابل وضعیت خوبی نداره از لحاظ علمی، در سراشیبی سقوط قرار داره، او رو به ضربات شلاق محکوم کردند. یعنی به خاطر یک انتقاد از وضعیت دانشگاه که چیز در هر جامعه ای اساتید طبعا باید حق داشته باشد که از روندهایی که در محیط پیرامونشون هست به شغلشون مربوط میشه بیان از این روندها انتقاد کنند. همین روزنامه گزارش میده که برخی از استادان هیئت علمی بارها از راه‌های مختلف به این تغییر شرایط دانشگاه اعتراض کردند، اما هیچ مسئولی نه از طرف دانشگاه نه وزارت علوم پاسخگوی این وضعیت نبوده، تا اینکه یکی رو به دلیل اینکه اعتراض کرده بوده به تغییر رئیس دانشگاه از اون شکایت میکنه دانشگاه و حکم 4 سال زندان و 75 ضربه شلاق برای یک استاد که این انتقادات خودش رو در یک گروه تلگرامی اعلام کرده و خواستار رفع این مشکلات شده بوده، او رو به 75 ضربه شلاق و 4 سال زندان محکوم کردن. نمونهای دیگرش هم بوده، یعنی فقط بحث شلاق محدود به کسانی که مشروبات الکلی می نوشند یا در خیابان مزاحم مردم می شن، مربوط اونها هم کارهای در واقع حیوانی و زشتی است که شما افراد رو برای تنبیه بهشون شلاق بزنید، کار حیوانیه، کار انسانی نیست این کارها رو کردن. این توجیه نمی کنه رفتارهای زشت کسانی رو که مثلا در خیابان مزاحم خانواده های مردم میشن، اما با شلاق زدن تجربه نشون داده در طی 4 دهه گذشته که با اعدام، با شلاق زدن این مشکلات حل نشده و نمیشه. در ایران برای قاچاقچیان مواد مخدر حکم اعدام در نظر گرفتن از اوایل دهه 60 و تا کنون حدود 2/3 اعدامی های ایران اعدامی های مرتبط با قاچاق مواد مخدر هستند و در طی 4 دهه گذشته شاید 10,000 نفر در ایران اعدام شدند به این خاطر، اما ما نتیجهش رو در عمل ندیدیم که مردم نتوانند به مواد مخدر دسترسی پیدا کنند یا به خاطر اعدام قاچاقچی ها نیان و مواد مخدر در جامعه توزیع کنند. امروز در تهران شما با هر کسی صحبت کنید به شما خواهد گفت که در عرض 5 دقیقه افراد میتوانند به
مواد مخدر دسترسی پیدا کنن. یعنی خرید مواد مخدر از خریدن شیر آسون تره. شما گاهی وقتا ممکنه بقالی سر کوچه‌تون برید و شیر نداشته باشه، اما اگر بخواید مواد مخدر تهیه کنید، اون کسی که قرار هست این کار رو انجام بده، اون حتما این مواد رو به موقع به دست شما خواهد رسوند و این به موقعش هم بر اساس گزارش هایی که خود مقامات دولتی دادن بیشتر از 5 دقیقه نیست. یعنی خیلی راحت میشه به این مواد دسترسی پیدا کرد. نشون میده که اعدام های 14 دهه گذشته، اعدام قاچاقچیان مواد مخدر کار بی نتیجه ای بوده، اون نتیجه ای رو که مد نظر بوده حداقل به دست نداده. در مورد شلاق هم همینطور هست، یعنی با زدن شلاق به جان جوانان نمیشه اونها رو از نوشیدن مشروبات الکلی منع کرد. در همه جای دنیا همه تلاش ها مبتنی بر این است که جوانان اگر مشروبات الکلی می نوشند مسئولانه بنوشند، بعدش رانندگی نکنند، درگیر نشن با افراد، تحت نظارت بزرگترها پدر و مادر باشه، یا اگر به باشگاه های خاصی کلاب های خاصی میرن کنترل شده به اینها مشروب میدن، مشروب بیش از اندازه به کسی نمیفروشن، محدودیت دارن. در امریکا مثلا زیر 21 سال هیچ کسی نمیتونه مشروبات الکلی تهیه کنه. سعی میکنن با یک مقرراتی سعی کردن که این رو تحت کنترل در بیارن، چون با شلاق در امریکا در یه دوره‌ای چند سالی مشروبات الکلی ممنوع بوده، اما بعد دیدن که مردم میسازن، قاچاق میکنن، دیدن کار بی ثمریه. این رو به عنوان تبصره قانون اساسی بوده، بعد این تبصره رو برمیدارن، میبینن بی نتیجه است، از راه های دیگری وارد شدن برای اینکه کنترل کنن مشکلات مربوط به نوشیدن مشروبات الکلی رو. اما در ایران متاسفانه چنین عقل و خردی در مجموعه سازمان ها و نهادهای اجتماعی به چشم نمیخوره. دولت هم اصولا بر اساس عقلانیت عمل نمیکنه، بر اساس زور و روش های دیگری عمل میکنه، چون اونا هدفشون اداره جامعه نیست، هدفشون تاراج منابع مملکت هست و اینکه تمام کشور رو در دست خودشون داشته باشن، که خب اینطور هم هست، به بسیاری از خواسته هاشون هم با همین هدف ها متاسفانه دسترسی پیدا کردن. یکی از در واقع راه هایی که خسارت های انسانی بلند مدت ایجاد میکنه زدن شلاق بر پیکر بدن آدمیان هست، که مثل نقل و نبات قضات در دادگاه های ایران حکم شلاق صادر میکنن برای استاد دانشگاه. یه مورد دیگرش که اجرا شد، حالا این هنوز خبرش نیومده که اجرا شد و حکم صادر کردن، مورد دیگرش که اجرا شد در مورد خبرنگار بود. خبرنگار درگیر شده بود با یک عضو مجلس، از او شکایت میکنه این عضو مجلس و خبرنگار رو محکوم میکنن به شلاق و شلاق رو به اون میزنند. اینها غیر از بربریت و وحشیگری چیز دیگری نیست. متاسفانه جامعه ایران بسیار ضعیف شده و قدرت برخورد با این بربریت ها و این وحشیگری ها رو نداره، یا بخش قابل توجهی از جامعه هم هست که به این بربریت ها متاسفانه عادت کرده، عکس العمل لازم رو در برابر این گونه بربریت ها از خودش بروز نمیده. اینا مجموعاً شما مجموعه احکامی رو که دستگاه قضایی در ایران به اجرا در میاره به طور روتین. اون قسمت قبلی برنامه من در مورد رویدادهای خاصی صحبت کردم، مثل جنگ میان اسلامگراها یا چپها، یا جنگ بین ایران و عراق، یا انقلاب، یا در چند سال اخیر جنگ در سوریه. اونها موارد مشخصی است، اما در طول 40 سال گذشته به طور روتین به شکل هر روزه مردم ایران مورد شکنجه قرار میگیرن، مورد شلاق قرار میگیرن، دست و پا قطع میشه، چشم کور میشه. اینها بخشی از احکامی است که روحانیت شیعه از یه جای دیگری از عالم اینها رو وام گرفته و به عنوان احکام الهی داره در جامعه ایران اجرا میشه و نتیجهش جز خسارات انسانی برای جامعه ایران نبوده، نیست و نخواهد بود. هیچ جامعه ای، تجربه بشری نشون میده، هیچ جامعه ای با بربریت، با وحشیگری به سرانجام نرسیده. نه توش عدالت اجرا میشه، نه توش
صلح و همزیستی ایجاد میشه. اونها نتایج دیگری داره. شما اگر واقعا میخواید مردم در صلح و صفا با هم زندگی کنن، باید از روش‌های دیگری استفاده کنید. این روش‌ها روش‌هایی نیست که نتیجه داده باشه. در هیچ کجای دنیا نتیجه نداده. نتیجه برای جامعه ها، نتیجه برای حکومت داده. امروز جامعه ایران تحت حکومت ارعاب و سرکوب زندگی میکنه. برای حکومت نتیجه داده، اما برای جامعه ما چنین نتایجی رو نمیبینیم. یعنی جامعه از حیث مواد مخدر پاکتر نیست، جامعه از حیث عدم توهین یا فحاشی پاکتر نیست، جامعه از حیث عدم نوشیدن مشروبات الکلی و در این حال رانندگی، جامعه ایران پیشرفتی درش مشاهده نمیشه. در بسیاری از موارد که این مجازات ها رو بخوان توجیه کنن، اینا در عمل نتیجه‌ای به بار نیاورده. نتیجهش عمدتاً خسارات انسانی عجیب و غریب بوده، از کشتار تا مجروح کردن تا محروم کردن پدر و مادر و کودکان و همسران از عزیزانشون و تا خسارات و در واقع جراحات روحی و روانی و جسمانی ناشی از اجرای احکام شریعت، شلاق زدن، قطع دست و پا، قطع انگشتان و انواع و اقسام اموری که به قصاص مربوط میشه، حالا چه به شکل حد چه به شکل تعزیر. اینا کارهایی بوده که روحانیت شیعه در طی 4 دهه گذشته انجام داده. من مجموعه اینها رو تحت عنوان خسارات انسانی ازش یاد میکنم، چون خیلی بعید هست فردی که 75 ضربه شلاق بخوره و 40 ضربه شلاق بخوره، این تا آخر عمرش نمیتونه این تجربه رو فراموش کنه. این بر روح او، بر جسم او این تجربه سنگینی میکنه. کسانی که در زندان ها بودن، شکنجه شدن، شلاق خوردن، اینها رو شما باشون صحبت بکنین، متوجه خواهید شد که اینها اموری نیست که افراد به سرعت بتونن فراموش کنن. با این بحث من خاتمه میدم به برنامه ششم از دوره 18 برنامه های در غیر این صورت. تا هفته آینده که در برنامه دیگر در خدمت شما خواهم بود، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.